مجددا سلام عرض میکنیم. بچه ها ببینید حالا تصویر و صدا خوب شد؟ الان صدا و تصویر رو دارید؟ کیفیت خوبه؟ خب خب بچه ها حالا من اون جزوه رو که گذاشتم هیچی، بریم سراغ درصد خلوص. خب تا سوال چند درصد خلوص حل شده؟ خب تأخیرش شاید طبیعیه بچه ها، یعنی صدا و تصویر رو هم نیست. ها صدا و تصویر رو هم نیستش بچه ها. یعنی فقط سوال یکش حل شده. خب آقا امروز ادامه تمرین های درصد خلوص رو حل میکنیم. من چون نوشتیم با مصرف500 کیلوگرم مس دو سولفی، 500 کیلوگرم مس دو سولفید با خلوص 80% حدود 288 کیلوگرم. باز بخوام این برگه رو که برای من گذاشتید بازده درصدیه، ولی باشه حل میکنیم. مس 288 کیلوگرم مس تهیه شده است، مس تهیه شده است، بازده درصدی واکنش را حساب کنید. CU مساوی 64، S مساوی 32. واکنش هم بچه خودش، چون تو کتابه اینجا واکنش رو نداده بچه، میشه CUS میدهد، CU به اضافه S، مثل دو سولفید به این صورت. اگر یادتون باشه بازده درصدی فرمولش این بود، مقدار عملی فراورده تقسیم بر مقدار نظریه فراورده ضرب در سطح. بعد گفتیم بچه ها، بعد گفتیم مقدار عملی این سوال، آقایون این سوال سوال تمرین دو، تمرین دو بازده درصدیه. خب بعد گفتیم آقا مسائل بازده درصدی،
مسائل بازه در سطح 3 دست است. تو جزوه هست دیگه، من نمی‌دونم. دسته اول مقدار واکنش دهنده رو میده، مقدار عملی رو میده، بعد بازده درصدی رو میخواد. ببینید بچه ها الان اینجا رو نها کنید، این میشه مقدار واکنش دهنده که ناخالص هم هست. چرا ناخالصه؟ درصد خلوص داره. این چیه؟ گفته اینقدر مس تولید شده، پس این میشه با مقدار عملی. بعد خودش پرسیده بازده درصدی چنده. اگه یادتون باشه گفتیم اول باید از مقدار واکنش دهنده مقدار نظری رو به دست بیاریم، خودش هم که مقدار عملی رو داده، بعد بیاییم مقدار عملی به مقدار نظری به دست بیاد. خب حالا بچه ها نگاه کنید، 500 کیلوگرم مس 2 سولفی من میخوام حل کنم. 500 ضرب در 10^3 گرم CuS. بچه ها ناخالصه، گفتیم ماده ناخالص ضرب در درصد خلوصش بشه تبدیل به خالص میشه، پس ضرب در درصد خلوصش داده 80%، 0.08 ضرب در. حالا بیایم اول به مول تبدیلش کنیم، 1 مول CuS. ببینیم CuS چنده؟ 64 به اضافه 32 مساوی 96. 96 گرم CuS ضرب در. گفته اینقدر مس تولید شده، پس مقدار مس رو میخواد. 1 ضریب مس مول CuS مول CU، ضریب جفتشون 1 ضرب داره. 1 مول CU 64 گرم CU، خب مساویه این 10^3 کاری نداریم، میشه 500. این 500 با این 100 این میشه 1، این میشه 5. 5 ضرب در 80، ببین 5 ضرب در 80 ضرب در 64 تقسیم بر 96 مساویه یه 10^3 هم داره، 10^3 خب جواب ماشی حساب به دست بیارید بگید. پنج ضرب در 80 که میشه 400 ضرب در 64 تقسیم بر 96 میشه 96. جوابی رو که من به دست آوردم اشتباهه، میشه ببینید الان جوابی رو که من به دست آوردم 266.6 ضرب در 10^3 که میشه 266.6 کیلوگرم. حالا اشتباهش چیه بچه ها؟ مقدار نظری، مقدار نظری حتما باید بیشتر از عملی باشه. مقدار نظری حتما باید بیشتر از عملی باشه. یه جای کار اشکال داره، بیایم یه کار کنیم. ببخشید تو صورت سوال، ببخشید تو صورت سوال به جای این 500 کیلوگرم من می‌نویسم 1000 کیلوگرم. بنابراین مثلا به این صورت میشه، میشه 1000 ضرب در 10^3 گرم ضرب در کسراش به این صورت، بعد اینجا میشه 1000 به 100 میشه 10.
پس میشه 10 ضرب در 80. بچه این دو برابر میشه، ضرب در دوش که بکنی میشه 533، میشه 533.3 × 10^10 = 3 گرم که مساویه 533.3 کیلوگرم، مقدار نظری. حالا بیایم سراغ فرمول بازده درصدی مساویه مقدار عملی رو. بچه یه نکته، هر موقع بازده درصدی رو بخواد مقدار عملی رو به ما میده. یه بار دیگه به دست بیارید بچه ها. آقای شاهین یه بار دیگه این اعداد رو ساده کن ببین، 10 ضرب در 80 ضرب در 64 تقسیم بر 96. اشتباه. خب اشکال نداره، یه نفر دیگه اینو حساب کنه. تو من دوبار حساب کردم همین اعدادی که روی تخته است تو کسره، 10 ضرب در 80 ضرب در 64 بچه دیگه نمیدونم چی کار باید کرد. ما الان کلاسمون هم عوض کردیم، لپتاپ و دوربینمون هم. خب پس درسته، درسته، این میشه مقدار نظری. حالا بیایید سراغ فرمول. بچه ها بازده درصدی مقدار عملی رو صورت سوال داده، 288 کیلوگرم. مقدار نظری رو هم خودت به دست آوردی، 533.3 کیلوگرم ضرب در 100. خب جواب 288 تقسیم بر 533 مساوی ضرب در 100 مساوی. بچه دقیقا میشه 54%. 54%. آقای عزیز ببین چی کار کردیم. یه بار دیگه دقت کن، سوالو بخون، یکی دو دقیقه من هیچی نمیگم، صورت سوالو بخون، جوابم اول ببین، بعد خودت حل کن، بعد ببین چی کار کردیم. بچه تصویر اینجا هم انگار یه مقداری خیلی خوب نیست، تصویر اینجا هم خطاش انگار واضح نیست، نمیدونم چرا، یعنی تصویر انگار برفکی شده تصویر، درسته؟ نه دوربین دیگه، میز الان فاصلش 1 متره. بذارید ببینیم، میترسم واقعا دستکاری کنیم خراب بشه. بچه ها یه لحظه اجازه بدید. الان بهتر شد؟ دیگه از این بهتر نمیشه بچه ها. خب خب آقا تمام دوستان یه بار دیگه سوال رو بخون، جواب بده، خودت بررسی کن. ببین من نوشتم دونه دونه، مقدار عملی رو داده، مقدار خب بچه ها ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم مگر اینکه مسئله بعدی رو من درشت‌تر بنویسم. خب
این سوال دو بود. سوال دو. بچه ها سوال سه رو حل کردیم. تمرین سه رو حل کردیم. با توجه خب اسکای روم رو قطع کنیم. فیلم بچه ها فیلم حجمش خیلی زیاد میشه. دانلودش هم سخت میشه. بذارید ببینیم میتونیم لایو بذاریم تو شات. نه بچه ها بازده درصدی مس نیست. آقای کیانی پرسیده بازده درصدی مس رو میخواد. نه بچه ها بازده درصدی مال واکنشه، یعنی مال تمام فراورده هاست، هم مثل هم گوگرد. خب بذارید ببینیم میتونیم بریم تو کلاس های شات. خب الان اگه بخوایم لایو بذاریم باید چیکار کنیم بچه ها تو شات؟ آخه نت منم مدلش چون مدل گوشیم پایینه، گوش سیم کارتم 4G نیست، سرعتش خیلی بالا نیست. فکر کنم اینجا بهتر باشه. بچه نه بچه تو شاد باید چجوری لایف بذاریم؟ اینجوری باشه خیلی وقتمون گرفته میشه. راست میگه اینا نیازی به دانلود نداره. خب آقا همینو بریم. من فکر کنم همون واتساپ یا فیلم برداری که خودتون بعضی یادتون میومد سر کلاس بهتر بود. همینو بریم بچه ها. بریم سراغ سوال چهار. سراغ سوال چهار. ببینید سوال چهار چیه. گفته اگر بازده بچه شادم آخه قطع میشه، ما نمیدونیم. سوال پرسیده شده فرزاد رضایی میگه آقا ما که جرم مس سولفید رو داشتیم دیگه چی رو به دست آوردیم؟ بازده. سوال آیا مثلا 500 کیلوگرم مس که مصرف بشه این تصویره این گروه مثل مثلا تصویره مثل برفکیه؟ چرا
ببین خب فکر کنم بهتر شد. چرا نور میفته؟ حالا پرده رو ببند. نوشتی با این بالا و پایین میره دیگه. فقط بالا چشم. خب آقا بریم سراغ سوال بعدی. سوال 4 حلش میکنیم. فکر کنم یه مقدار شرایط بهتر شد. خب سوال 4 گفته اگر بازده درصدی واکنش. بچه ها شاید انتقال براتون سخت باشه، من صورت سوال رو مینویسم. اگر سال 4 بیایم ورتر 4 اگر بازده درصدی واکنش، ببینید آقای کیانی بازده درصدی مال واکنشه، مال ماده نیست. واکنش زیر برابر 49% باشد در اثر تجزیه 2.5 گرم پتاسیم کلرات چند میلی لیتر گاز اکسیژن با چگالی 1.2 گرم بر لیتر به دست می آید. خب K مساویه 39، O مساویه 16، CLM مساویه 35.5. واکنشمون هم KCLO3 میدهد KCL به اضافه O2 2 تا 2 تا 3. حالا بیایم سراغ سوال. بچه ها حتما تو مسائل بازده یا کلن تو همه مسائل ببینید چیو به همون داده، چیو از همون میخواد، چیو به همون داده، چیو از همون میخواد. نگاه کنید بازده درصدی رو به همون داده. خب مقدار واکنش دهندرم به همون داده، گفته چند میلی لیتر. آقا این مقدار عملیه، مقدار عملی رو از همون میخواد. حالا دقت کنید، آقا میگه مقدار عملی و نظری تو فرمول بازده. فرمول بازده چی بود؟ بازده درصدی مساویه مقدار عملی به مقدار نظری ضرب در صد. بچه این دوتا باید هم واحد باشن، حتما قرار نیست گرم باشه، میتونه میلیلیتر به میلیلیتر باشه، میتونه مول به مول باشه. ببینید باید هم واحد. حالا اینجا میلی لیتره، خب شما مقدار نظری را بر حسب میلی لیتر به دست بیار. بیایم حساب کنیم. آقا 2.5 گرم
CLO3 ضرب داره. اول به مول تبدیلش کنم، یک مول KClO3. بچه جرم KClO3 میشه چند؟ 39 به اضافه 35.5 به اضافه 3 تا O داریم، 3 تا 16 تا میشه 48. 87 117 122.5. پس یه مولش 122.5 گرم KClO3 ضرب داره. نسبت مولی ضریب KClO3 دوه، پس میشه 2 مول KClO3 O2 رو میخواییم، 3 مول O2. حالا بیاییم مول O2 رو به گرم تبدیل کنیم، ضرب داره. من پایین می‌نویسم، شاید این ور تخته رو نداشته باشیم، بذاری ببینم تصویر رو. چرا؟ یه کمی داره، ضرب داره. آقا 1 مول O2، O میشه 16، 2 تا 16 تا 32 گرم O2. بچه ها حالا شما اینجا میتونید دو تا کار بکنید. چی؟ یکیش اینه که بچه ها بیایید چگالی رو بیارید تو استکیومتری، یا نه همینجا مساوی رو بذارید، گرمش رو به دست بیارید. گرمش که به دست اومد، برید با کمک چگالی لیترش رو به دست بیارید. خب من میام چگالی رو وارد استکیومتری میکنم. سال گذشته داشتیم ها. بچه دقت کنید، وقتی میگه چگالی 1.2 گرم بر لیتر یعنی چی؟ یعنی یه لیترش 1.2 گرمه. ببینید یه لیترش مساوی 1.2 گرم جرم داره. حالا من میخوام گرم رو به لیتر تبدیل کنم، اینجا گرم دارم، پس کسر بعدی میشه گرم O2. میخوام ببینم چند لیتر O2. حالا گفتیم یه لیترش 1.2 گرمه، مساویه. باید حساب کنیم بچه ها. من میام اینجا مینویسم مساویه 2.5 ضرب در 3 ضرب در 32. بچه ها یه کار میتونم بکنم برای اینکه یکم ساده تر باشه. 2 به 2 1، 32 به 2 16، 16 به 4 میشه 4، 1.2 به 4 میشه 3/10. خب این 3/10 با این ساده میشه، میشه 1/10. ممیزش هم با این میره، پس چیزی که میمونه میشه 25 ضرب داره. 3 ساده شد، فقط اینجا یه 4 بود. 4 تقسیم بره 122.5. 2 ساده شد، اینم ساده شد، مساویه. بچه 4 تا 25 تا که میشه 100 تا. 100 تقسیم بره 122.5 میشه چند؟ صد تقسیم بر 122.5، صد تقسیم بر 122.5 میشه 816,000. 816,000 لیتر. بچه سوال میلی لیتر خواسته، خب میشه 816 میلی لیتر. این چیه؟ این نظریه ماست. حالا بیایید سراغ بازده. بازده ها داره 49% مساویه. 816 نظریه ایکس. بچه بازده یه 100 داره، هم میتونی اینجا بنویسی، هم میتونی بیایی بنویسی 49%. خب ایکست میشه 49 ضرب در 816 تقسیم بر 100. خب 49 ضرب داره
816 تقسیم بر 100 میشه 399 ممیز 84 صدام میلی لیتر. این میشه عملی ما. یه بار دیگه دقت کنید بچه ها. حالا با هم سوال رو اصلا مرور میکنیم. سوال چی گفته؟ سوال گفته اگر بازده درصدی واکنش زیر برابر 49 درصد باشه در اثر تجزیه 2.5 گرم پتاسیم کلرات چند میلی لیتر گاز اکسیژن با چگالی 1.2 به دست میاد؟ بچه ها صورت سوال شما تو برگه دارید، الان تو گروه هم دارید. ببینید یه بار دیگه بگم، بازده درصدی رو داده، 2.5 گرم پتاسیم کلرات هم مقدار واکنش دهنده است، پس مقدار واکنش دهنده هم داده. بعد گفته چند میلی لیتر گاز اکسیژن، مقدار عملی رو میخواد. نه میلی لیتر باید از لیتر کوچی بزرگتر باشه. آقای کیانی ببین، یه لیتر خود واحدش، اما عددش یه لیتر مساوی 1000 میلی لیتره. یعنی لیتر ضرب داره. ببین اینجا رو نگاه، یه لحظه اینجا رو نگاه، 816 هزارم میلی لیتر. خب من میخوام به لیتر تبدیلش کنم، باید ضرب داره 10^3 بشه. یه بار دیگه، میخوام لیتر رو به میلی لیتر تبدیل کنم، باید ضرب داره 10^3 بشه، پس میشه 816 میلی لیتر. خب مقدار واکنش دهنده رو اول استفاده می کنیم میایم به مول تبدیلش می کنیم، بعد نسبت مولی 3:2، بعد میایم گرم اکسیژن رو به دست میاریم. گرم اکسیژن رو که به دست آوردید میتونید همینجا گرم رو حساب کنید، بعد برید تو فرمول چگالی مساویه گرم به لیتر قرار بدید، لیترش به دست بیاد. بچه این جواب سوال نیستا، چون هنوز شما از بازده استفاده نکردید، از بازده استفاده نکردید. این میشه مقدار نظری شما. حالا باید برید تو فرمول مقدار نظری رو دارید، مقدار عملی رو به دست بیارید. این به این صورت. یه چند لحظه من ساکت میشم، اگر سوالی دارید بفرمایید و بعد باش. آقا اول بازده، اگه مسائل درصد خلوص هم موند میریم سراغ مسائل درصد خلوص. خب اگه گرم کاسی الو داده بود، سوال آقای فرزاد رضایی پرسیده، اگه گرم کاسی الو داده بود میشد گرم اکسیژن رو به دست آورد؟ آره، منتها یه چیز هست، اگر گرم عملی رو داده بود دیگه نیاز به درصد خلوص نداشت، اگر گرم نظری رو داده بود اون نیاز داشت درصد خلوص. یعنی اول گرم نظری رو باید میرفتی به عملی تبدیل میکردی، بعد از عملی میومدی گرم اکسیژن رو به دست بیاری. خب
بچه ها بریم تو صفحه بعدی، دو تا سوال داریم حل نکردیم. چون وقتمون زیاد نیست، کلاسمون هم یه مقدار وقتش گرفته شد، اون سوالایی که حل شده رو دیگه من چیزی نمیگم. بریم صفحه بعدی، سوال 6 فکر کنم. بله، سوال 6 میگه چی؟ اگر بازده درصدی، سوال 6، اگر بازده درصدی واکنش برابر 87% باشد، برای تهیه 6.3 تن آهن چند کیلوگرم Fe3O4 نیاز است؟ Fe 56، او هم 16. واکنشمون هم داده بچه ها. Fe3O4 به اضافه 4 تا CO میدهد 3 تا Fe به اضافه 4 تا CO2. خب آقا، مسئله بازده رو داده بهت، گفته تهیه 6.3 تن آهن. بچه ها این مقدار عملی ما. آقا نکته مهم، تو واکنش هیچ موقع مقدار نظری رو به ما نمیده، همیشه مقدار نظری رو خودمون باید به دست بیاریم. بنابراین اگر سوال بگه آقا اینقدر تولید شده، این مقدار عملیه. خب بعد گفته چند کیلوگرم این چیه؟ این واکنش دهنده است. حالا شما فرمول بازده چیه؟ بازده درصدی مساویه عملی به نظری ضرب در صد. شما درصدی رو داری، خب عملی رو هم داری، میتونی نظری رو به دست بیاری. ببین بازه درصدی داده 87 مساویه، عملی شده 6.3 تن، نظری رو نداری، ایکس 100 داری، میتونی اینجا بنویسی، میتونی اینجا بنویسی. خب ایکست میشه 6.3 ضرب در 100 87 چند میشه؟ 6.3 ضرب در 100 تقسیم بر 87 میشه 7.24 تن. این چیه؟ این نظری. حالا از نظری مقدار واکنش دهنده رو به دست بیارید. بچه ها ببینید، میتونستید تو سوال قبلی مقدار واکنش دهنده رو داده بود، شما از مقدار واکنش دهنده نظری رو به دست آوردید. اینجا ما الان نظری رو داریم، میتونید از نظری واکنش دهنده رو به دست بیارید. خب پس چند گرم، یا بچه این کیلوگرمه، این تونه، جفتش نیازی نیست جفتشو به گرم تبدیل کنید.
جفتش به کیلوگرم باشه. ببین من اینجا می نویسم چند کیلوگرم FeCO4 مساویه 7.24 تن ضرب در 10^3 کیلوگرم Fe ضرب در. خب حالا اول به مول تبدیلش کنم، یه مول Fe 56 گرم Fe ضرب در. نسبت مولی، مول Fe مول FeCO4. بچه ها نسبت مولی نسبت ذرایب بود، ضریب FeCO4 1، ضریب Fe3 ضرب داره. یه مول FeCO4 جرم مولیش چقدره؟ 3 تا 56 تا به اضافه 4 تا 16 تا، خب این که میشه 64، این هم میشه 3 6 تا 18 تا، 3 5 تا 15، 168. خب 4 و 8 12 7 و 16 23 232 گرم FeCO4. بچه ها ببینید اینا که همش گرمه. یه نکته، چون اینجا کیلوگرم نوشتی، جواب آخرت هم بر حسب کیلوگرم به دست میاد. ببین حالا چی داری؟ 7.24 ضرب داره، 10^3 ضرب داره، 1 1 232 تقسیم بره 56 ضرب داره 3. جواب اون چقدر میشه؟ هفت ممیز 24 ضرب داره میشه 7240 ضرب داره، 232 مساویه تقسیم بره 56 تقسیم بره 3 میشه 9000 مساویه 9998 ممیز 0.98 کیلوگرم. 9998 کیلوگرم. آقایون یه بار دیگه مسئله رو خودتون مرور کنید. ببین سوال، مسئله بازده رو داده، مقدار عملی رو می داده، مقدار واکنش دهنده رو میخواد. خب بازده داده، عملی رو هم داده، پس میشه نظری رو به دست آورد. از روی نظری میشه واکنش دهنده رو به دست آورد. یکی دو دقیقه مرور کنید، جوابش هم میخواهید بنویسید یا حداقل عکس بگیرید. خب چون اون تون بود، این 8.9 ضرب در 1000 میشه، به خاطر اینکه آقای شاهین، به خاطر اینکه 1000ش رو در نظر نگرفتی، یه بار دیگه با 1000 حساب کن. خب بچه ها بریم سراغ سوال آخرم حل کنیم ببینیم چجوری میشه. اگر بازده درصدیه، می‌نویسم سوالو، سوالو می‌نویسم من. آقایون یه نکته، خودتون برید یه سری این سوالا رو حل کنید، دو سری حل کنید، همینایی که ما حل کردیم ما دوباره حل کنید. خب
اگر بازده درصدی سال هفت، اگر بازده درصدی واکنش زیر 40% باشد، برای تهیه 5.6 گرم سیلیسیوم خالص چند گرم سیلیسیوم اکسید و کربن نیاز است؟ سی 12 اس آی 28 او ام 16. واکنش هم به این صورته بچه ها. اس آی او 2 به اضافه سی میدهد سی او 2، یا حالا به ترتیب کتاب اس آی به اضافه سی او 2. خب بچه ها دقیقاً این همون مسئله، مسئله دقیقاً این همونه. ببین بازده درصدی رو داده، مقدار عملی رو هم داده. فقط اینجا سوال دو تا سواله، هم باید گرم سیلیسیوم اکسید رو پیدا کنید، هم باید گرم کربن. اول بیام نظری رو پیدا کن. درصدی مساویه عملی به نظری ضرب در صد. نتیجه درصدی رو داده 40% مساویه عملی رو گفته 5.6 ایکس. ایکسمون میشه 5.6 ضرب در 140. بچه ساده میشه، این صفرش با این صفرش میره 4/2 این میشه 5، این 1، این میشه 2.8. حالا 5 ضرب در 2.8، 5 8 40 تا، 5 2 تا 10 تا و 4 تا 14 تا، میشه 440. یه ممیز داره 14 گرم اس آی، این میشه مقدار نظری. حالا از مقدار نظری یه دفعه سیلیسیوم اکسید رو حساب کن. اینها چند گرم اس آی او 2 مساویه 14 گرم اس آی ضرب داره 1 مول اس آی، 28 گرم اس آی ضرب داره 1 مول، ضریب اس آی 1، 1 مول اس آی او 2 ضرب داره 1 مول اس آی او 2. بچه جرم مولی اس آی او 2 چنده؟ 32 به اضافه 2 تا 16 تا. خب بازو خواب این 32 نیست، این 28ه 28، این میشه 32، 28 و 2 میشه 30 و 30 60. 60 گرم مساویه 14/14 1، 28/14 2، 2/2 1، این میشه 30. پس 30 گرم اس آی او 2. این همینو برای کربن هم حساب کن، چند گرم سی مساویه 14 گرم اس آی ضرب داره 1 مول اس آی، 28 گرم ضرب داره 1 مول اس آی، 1 مول سی. بچه ضریب جفتشون 1/1 ضرب داره 1 مول سی، 12 گرم سی مساویه
این میشه یک، این میشه دو، این میشه یک، اینم میشه شیش، اینم میشه 6 گرم SiO2. 6 گرم SiO، عضوهام 6 گرم. سی، دوستان عزیز، اونایی که میگید بازده درصدی، بچه ها یه نکته رو بگم، اشکال اصلی ما این سیستمه نیست که بگید آقا ما آنلاین یا نمیدونم اسکایروم یا واتساپ چیزی متوجه نمیشیم. میدونید اشکال چیه بچه ها؟ اشکال اینه که شما تو این سیستم هیچی نمی نویسید، فقط دارید گوش میدید و نگاه میکنید. خواهشم برید این تمرین ها رو صورتشو و حلشو یه بار دیگه تو جزوه بنویسید و حل کنید. حتی اگه از روشم نگاه کردید و حل کردید هیچ اشکالی نداره. خب دوستان خسته نباشید، زنگو زدن، باید برید استراحت کنید برای ساعت بعدی. من خداحافظی میکنم انشالله تا جلسه بعد. خدا حافظ شما، کلاسو قطع.